سلام، این ویدیو سوم از ویدیو آموزشی در مورد مدل های شبکه و شبکه کردن بازی ریل تایم برای لول اپ 97 دارم میگیرم. من یاسر ژیان هستم از شرکت فنافزار. در مورد دترمینیزم صحبت کردم و میخوام در مورد اینکه نان دترمینیزم از کجا میاد و چرا تو کدوم پیش میاد صحبت میکنم. یکی از سورس های نان دترمینیزم، در واقع اولین سورس نان دترمینیزم و در واقع مهمترین سورسش، فلو کنترل برنامه یا فلو برنامه پروگرام فلو بنویسیم شاید بهتر باشه. یعنی اینکه ما یه ایفی داریم مثلا که توی یه دونه سیمولیشن از این ور میره و توی سیمولیشن میره تو السش. دلایل مختلف میتونه این باشه، میتونه باگ باشه، میتونه به خاطر رندوم نامبری باشه، میتونه هر چیزی باشه. و یا این ابتخاب خیلی واضحه، میتونه اتفاقای خیلی ظریف‌تری بیفته، مثلا اینکه ترتیب آپدیت کامپوننت ها یا گیم آبجکت های من فرق کنه، به خاطر اینکه مثلا من یه هش تیبلی دارم یا بر حسب مثلا ترتیبشون تو مموری این کارو میکنم و رندوم نمبر جنریتور هم باز دوباره یا هش فانکشن هم یه جوریه که تو این پروسس با اون پروسس فرق میکنه و تو یکیشون اول از جون A کم میکنم و A میمیره و دیگه دمجش رو B نمیزنه و تو یکی دیگه اول B رو آپدیت میکنم و دمجه بهش میخوره و B زودتر میمیره و دیگه نمیشونه به A دمج بزنه مثلا، یا هر اتفاق دیگه. این آگاهی وقتا باگن، یعنی من خودم تازهشون خبر ندارم، گاهی وقتا کدیه که خودم نوشتم. باگ مثلا ممکنه یه وریبلی رو اینشالایز نکرده باشم و یه دیتایی به یه بعد رندومی اینشالایز بشه، بعد که من کنترل روش ندارم در واقع اینشالایز بشه، بعد رندوم که اینشالایز نمیشه، یه عددی که من خبر ندارم ازش اینشالایز میشه و دو تا اتفاق مختلف میفته تو سیمولیشن مختلف. پس مواظب پروگرام فلو باید باشم و تضمین کنم که دقیقاً یه اتفاق تو هر دو تا میفته. پروگرام فلو ممکنه از این بیاد که من اسم گذاری یا در واقع آیدنتیفیکیشن درستی واسه آبجکت هم ندارم. چند تا گلوله دارم که اینا همشون شماره هاشون رندوم اساین شده یا هر چی، به حال این کلمه رندوم خیلی استفاده میکنم، منظورم کتره اینجا، یعنی اشتباه در واقع اساین داره میشه. همه چی باید توی سیمولیشنی که میخوام دترمینیستیک باشه، همه چی باید دترمینیستیک باشه. مسئله دوم که باز به خاطر مهم بودن جداگانه می‌نویسمش ولی وگرنه جزء هم پروگرام فلو، خود رندوم نمبر جنریشن. معمولا رندوم نمبر جنریتور یه استیت داخلی دارن که هر باری که من یه رندوم نمبر جدید جنریت میکنم، یه استیت میوتیت میشه و در نتیجه ترتیب جنریت کردن رندوم نمبر خیلی فرق میکنه. اگه من رندوم نمبر اول رو برای اینکه آبجکت A به کدوم طرف بپیچه یا چقدر مثلا را بره استفاده میکنم یا دمجش چقدر باشه استفاده میکنم و دومی رو برای آبجکت B استفاده میکنم، این کار رو تو همه سیمولیشن هم باید انجام بدم. البته باید مواظب باشم که استیت رندوم نمبر جنریتور هم به یه عدد دقیقا اینیشالایز شده باشه، به یه مقدار سید شده باشن اصطلاحا. پس در مورد رندوم نمبر جنریتور، سید، اینترنال استیت و ترتیب استفاده از عددهای رندوم هم باید دقیقاً یکی باشه و تضمین کنم که یکیه، هر عدد برای یک کار استفاده کنم. یه اشتباهی که میشه کرد اینه که از رندوم نمبر جنریتور مثلا سیستم استفاده کنم که خب استیت مشخصی نداره، برای اینکه قبلش چیکار کردم بعدش چیکار میکنم، یا مثلا پارتیکل سیستم هم از این استفاده میکنه یا نه. طبیعتاً رندوم عدد رندوم که جنریت میکنه مختلف خواهد بود. توی سیمولیشن دترمینیستیک حتما باید از یه رندوم نمبر جنریتوری استفاده کنم که استیت اکسپلیسیت داشته باشه، سید اکسپلیسیت داشته باشه، خودم سیدش کرده باشم، دقیقاً عددشو فقط برای سیمولیشن هم استفاده کنم و برای چیزای خارج از سیمولیشن ازشون استفاده نکنم. گفتم مثلا پارتیکل یا اینجور چیزا اصلا از این رندوم نمبر جنریتور نباید استفاده کنم، از یه چیز دیگه، از یه آر ان جی دیگه باید استفاده کنم، از این اینستنس آر ان جی نباید استفاده کنم. یه سورس دیگه نان دترمینیزم فلوتینگ پوینت، خطاهای فلوتینگ پوینت، که خطاهای فلوتینگ پوینت از یه جهت خیلی کمتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، یا حالا به هر حال اکثر ما فکر میکنیم اتفاق میفته، از جهت خیلی بیشتر. مثلا رندوم نمبر یا در واقع فلوتینگ پوینت نمبر، عدد اعشاری، عدد ممیز شناور، اینجوری نیستن که وقتی که روی یه سی پی یو روی آرکیتکچر مشخص یه عملیات رو دوبار انجام بدم دو تا نتیجه مختلف بده. هیچ وقت اینجوری نیست.
منتها یه مقداری استیت مخفی اینجا وجود داره. مثلا اکثر سی پی یو ها حالت راوند کردن دارن، یعنی بر حسب اینکه چه کانفیگوریشن رو ست کردیم ممکنه عددا رو به بالا راوند کنن یا به پایین راوند کنن یا به نزدیکترین عدد راوند کنن یا به نمیدونم اولین نزدیکترین عدد زوج راوند کنن. اینجور کارا مودای راوند کردن مختلف داریم. یا اینکه به اکثر باز فلوتینگ پوینت یونیت های تو سی پی یو میشه گفتش که مثلا عملیات رو دقیق انجام بدن یا سریع انجام بدن که نتیجهشون ممکنه یه ذره فرق کنه با هم. پس توی یه استیت و توی یه کانفیگوریشن یه سی پی یو وقتی یه عملیات رو چند بار تکرار کنیم دقیقاً یه جواب میده با یه ورودی اگه این کارو بکنیم، ولی آرکیتکچر سی پی یو روش تاثیر داره. ممکنه اینتل و ای ام دی دو تا جواب مختلفه، ممکنه که استفاده از SSE2 مثلا در مقابل x87 مثلا دو تا جواب مختلفه، ممکنه رو آرم با x86 جواب مختلف بگیره، ممکنه راوندینگ مود هم فرق داشته باشه و جواب مختلف بگیره، ممکنه مود فلوتینگ پوینت هم روی سری باشه یا روی دقیق باشه و جواب مختلف بگیره، ممکنه کامپایلر آپشن هم یه جوری باشه که مثلا این مود راوندینگ هم رو بین عملیات مختلف یا بین کانتکست سویچ پروسسا سیو بکنه یا نکنه. ممکنه یه لایبرری استفاده میکنم که وقتی فانکشن کال میکنم میرم تو اون لایبرری، مثلا لایبرری فیزیکم میرم اون تو و اون مود راوندینگ رو عوض میکنه و هیچ وقت بر نمیگردونه و کارهای منم خراب میشه. خلاصه اتفاقای خیلی زیادی میتونه اینجا بیفته. برای همین فلوتینگ پوینت ارور یکی از سخت ترین چیزاست برای دترمینیزم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که من در مورد دترمینیزم دارم. با یه سری با رعایت یه سری مسائل ممکنه که من هیچ وقت مشکل فلوتینگ پوینت نداشته باشم. مثلا اینکه همیشه یه سری عملیات انجام بدم، توی اینستنس های مختلف سیمولیشن هم یه جا نمیرم یه عدد و ضرب در یک سوم بکنم یه جا دیگه بیام تقسیم بر سه بکنم، اینا دو تا عملیات مختلف هم نتیجه شون ممکنه کاملا با هم فرق کنه. حواس هم باشه اگه روی آرکیتکچر سی پی یو ران میشم و به یه سری چیزا دقت کنم احتمالاً فلوتینگ پوینت هم کاملا میتونه دترمینیستیک باشه. گفتم مودام و استیت داخلی اون سی پی در واقع فلوتینگ پوینت یونیت هم و اینستراکشن ستی که ازش استفاده میکنم، منظورم SSE در مقابل x87 یا همچین چیزایی، 64 بیت در مقابل 32 بیت، از این جور چیزا، فلوت در مقابل دابل، استیت داخلی اگه مواظبش باشم و روی آرکیتکچر هم کار کنم احتمالاً فلوتینگ پوینت هم یکی خواهد بود، ولی همچنان جاهایی برای ناندترمینیزم وجود داره. مثلا اینکه انجین فیزیک من ممکنه روی سی پی یو 4 کره با سی پی یو 8 کره کارهای مختلفی بکنه، روی سی پی یو کواد کور ممکنه 3 تا تردد کمکی داشته باشه مثلا برای آپدیت کردن فیزیک، روی یکی روی 8 کره 7 تا ترد داشته باشه و کارا رو جورای مختلفی پخش کنه و نتیجه هاش یک کمی با هم فرق کنه. به هر حال یعنی هر اتفاقی ممکنه این وسط بیفته، این ترکیب اون پروگرام فلو با فلوتینگ پوینت پرابلمز یا ایرور فلوتینگ پوینت، یعنی متاسفانه با فلوتینگ پوینت اگر کار میخوام بکنم باید خیلی خیلی مواظب باشم، ترجیحاً باید همه کدم خودم بنویسم. معمولا برای اینکه جلوی این فلوتینگ پوینت و ایرور رو زودتر از همه بگیریم، معمولا کاری که من میکنم اینه که کلا عددمو ابستراکت میکنم و نوع عددامو فیکس پوینت انتخاب میکنم، البته مجبور نیستم ولی فیکس پوینت در مقابل فلوتینگ پوینت، فیکسد پوینت عددهای اعشاری با ممیز ثابت به جای ممیز شناور که حالا در موردش مطمئنا میتونید بخونید، میشه از این استفاده کرد، کنتره، سختره، ولی به هر حال کار درستی. شاید اصلا عدد رو بهتر باشه کلا گفتم ابستراکت کنید، یعنی تایپ نامبرمون رو از تایپ سیستمی جدا کنیم، خودمون نامبرمون رو بنویسیم، آپراتورش رو خودمون بنویسیم که اگر یه وقت مجبور شدیم بتونیم سویچ کنیم بین فیکس پوینت و فلوتینگ پوینت و غیره. یه کار خیلی مهمی که کلا برای همه این سورس های ناندترمینیزم میشه کرد اینه که من استیت هم رو اکسپلیسیت انتخاب کنم، یعنی حواسم باشه که استیت داخلی سیمولیشن من همیشه اکسپلیسیت باشه، دیتاش پخش و پلا نباشه، دیتاش همش یه جا باشه. اکستریم ترین کاری که میشه کرد اینه که من یه آرایه گنده الوکیت کنم همه استیت هم اون تو بگیرم، واقعا همه بایت های استیت هم اون تو باشن و نکته مهم اینه استیت هم رو توی هر استپ سیمولیشن هش کنم، چکسام ازش بگیرم و این چکسام رو بین پیرهای مختلف رد و بدل کنم و مقایسه کنم.
فرض کنید کل استیت سیمولیشن من یه چیزیه، مثلا 1 مگابایت، 2 مگابایت، 5 مگابایت، 10 مگابایت و من هر فریم اینو هش میکنم کامل، مخصوصا در طول دیولپمنتم، ولی خب بعدش هم میتونم این کارو بکنم. اینو هش میکنم به عدد چه میدونم 256 بیتی به دست میارم، یا 32 بیتی به دست میارم، و این عدد 32 بیتی رو بین همه رد و بدل میکنم جزء حتی اینپوت هامه، یعنی هر اینپوت هر فریم مال فریم استیت فریم هش استیت فریم قبلی رو هم رد و بدل میکنه بین همه و با هم مقایسه میکنم و لحظه ای که دیدم یه هش با اون هش دیگه نمیخونه، ای تو یه پیر با یک پیر دیگه نمیخونه، یا یه پیر با بقیه نمیخونه، همونجا متوقف میکنم سیمولیشنم و بریک پوینت میذارم و سری میرم دیباگ میکنم ببینم چی شد و کجا. حتی اینجوری باشه که کل استیت هم اسنپ شات میگیرم در طول دیولپمنت توی فایلی گیگابایت ها فایل میشه، ولی حداقل میتونم بیت به بیت با هم مقایسهشون کنم. این به درد دیباگ کردن میخوره خیلی جدی، به درد همه این مسائل فلوتینگ پوینت و غیره میخوره، هرچند کافی نیست ولی قدم اول خیلی مهمیه و از اون اول باید روش برنامه‌ریزی کنیم اگه میخوایم از این سیستم استفاده کنیم. به درد جلوگیری از چیت و دیتکت کردن چیت هم حتی میخوره. اگه یه نفر بعد از اینکه بازیمون رو ریلیز کردیم بازیشو دستکاری کرده باشه و مثلا به خودش جونش زیاد داده باشه و این هش وقتی من هش نکنم نمیفهمم که این داره دیسینکرونایز میشه و کلا بازی خراب میشه و یه نفری که چیت کرده بازی همه رو خراب میکنه و مثلا نمیفهمم کی بوده که چیت کرده. ولی اگه این هشا رو رد و بدل کنم میبینم که مثلا توی بازی 8 نفره 7شون دقیقاً یه استیک دارن، یه نفرشون استیتش فرق میکنه. اگه من از باگ نبودن باگ نداشتنم مطمئن باشم توی ناحیه ای، میتونم مطمئن باشم که اون چیت کرده و با درجه اطمینان بالایی اونو بند کنم یا حداقل با دقت بیشتری بازی بعدیشو بررسی کنم ببینم داره چیت میکنه. پس explicit state یه چیز خیلی مهمیه، باید حتما اینو داشته باشیم که این به ما امکان اینو میده که اولا دقیقا ورودی اون فانکشن سیمولیشنمون معلوم باشه چیه و روش بتونیم تصمیم بگیریم و نسبت بهش کانشس باشیم، و این استیت چکسام رو انیبل میکنه هم برای دیباگینگ هم برای چیت پریونشن، چیت دیتکشن در واقع بیشتر چیت پریونشن. پس این خیلی مسئله مهمیه، هم تو دیولپمنت به دردمون خیلی میخوره، هم توی بعد از اینکه بازیمون رو ریلیز کردیم و از اون چیزاییه که همون اول با تصمیمش رو بگیریم. بعد از اینکه کدمون رو نشون کردیم نوشتن وسط های پروژه دیگه نمیشه اینو به پروژه اضافه کرد معلومه، از همون اول باید نسبت به استیتمون کانشس باشه، یعنی حتی اینجوری باشه که استیتمون رو دقیقاً به جای اینکه متغیر اینتجر تعریف کنیم به یه سیستم متمرکزی بگیم که لطفاً یه دونه متغیر اینتجر جدیدم برای تو استیت برای من در نظر بگیر، یه کلید به من پس میده و من از این بعد با اون کلید کار میکنم با اون متغیر اینتجر و میگم که مثلا اون اینتجری که کلیدش 473 رو یه دونه زیاد کن یا مقدارش رو مثلا برای با اون یکی اینتجری که کلیدش 2400 جمع کن مثلا. پس حالا اینکه اکسپلیسیت یعنی چی رو خودتون باید تصمیم بگیرید، به پروژه بستگی داره، به گیم بستگی داره، به تجربه شما بستگی داره، به تصمیم شما بستگی داره، ولی خیلی مهمه که استیت سیمولیشنمون اکسپلیسیت باشه. به نظر من این واقعا خیلی مهمه، گفتم چون تو تصمیمایی که اگه اول پروژه نگیریم براش برنامه‌ریزی نکنیم معمولا دیگه وسط آخر پروژه دیگه کارش نمی‌تونیم بکنیم و اونجا دیگه نه دیباگ می‌تونیم پروژه‌مون درست بکنیم، حتی نمی‌فهمیم که باگ داریم چون با چشم همیشه این باگا دیده نمی‌شن، یه جایی استیت دیسینکرونایز شده و یک میلیونیوم دو تا عدد اشاری با هم فرق دارن ولی نیم ساعت بعد نتیجه‌شو می‌بینیم که باعث میشه مثلا یه تیری خطا بره و یک یونیتی بمیره یا نمیره و کل نتیجه بازی عوض بشه، قبلش با چشم مثلا دیده نمی‌شه این اختلاف. بعضی از این سیمولیشن ها حتی من میدونم که اصلا از عدد اشاری استفاده نمی، یا حداقل خیلی کم استفاده میکنن، یعنی خیلی جاهایی که همه ما از عدد اشاری استفاده میکنیم دیگه از اشاری استفاده نمیکنن چون عدد اشاری قابل کمی کمتر قابل پیش بینی ان، جایی که میشه مثلا میان جونا اگه مثلا میخوان یه دقتی داشته باشه یه اینتجری در نظر میگیرن که 1000 برابر الان یه جور فیکس پوینت دیگه، ولی به هر حال عدد 1000 برابر عدد جون طرفه، جونش وقتی 1.5 به جاش 1500 مثلا ذخیره میکنن. به هر حال به این موضوع هم میشه فکر کرد، اینم استراتژی مهمیه. به هر حال سیمولیشن دترمینیستیک کار بسیار سختیه ولی از اون کارهاییه که سختی ریاضیه، یعنی اگه بلد باشیم انجامش بدیم یا حداقل درست براش پلان کنیم بقیه کارامونو خیلی ساده میکنه. مثلا ریپلی داشتن توی سیمولیشن دترمینیستیک خیلی کار ساده ایه، کافیه سیمولیشن دترمینیستیک دیگه کافیه من اینپوت ها رو ذخیره کنم که حجمشون هم خیلی کمه توی فایلی و این ریپلی بازی منه،
اینپوت ها رو دوباره پلی میکنم، سیمولیشن هم دقیقاً میدونم که همون نتیجه قبلی رو میده، چون آلردی روی 80 تا ماشینم وقتی سیمولیش میکردم همون نتیجه قبلی رو میده. این مثلا ریپلی خیلی راحت به من میده تا وقتی کدم عوض نکنم، تا وقتی که اون فانکشن اف رو عوض نکنم، چون به فانکشن اف هم بستگی داره. اگه برنامه ما آپدیت کنم و بالانس بازی ما عوض کنم، یه کاراکتری رو کم کنم، جونش رو زیاد کنم، هر چی، یا یه تصمیم دیگه تو رفتار کاراکتر بگیرم، طبیعتاً نتیجهش فرق میکنه. تو سیمولیشن ریترمیستیک تصمیم رندوم خیلی نباید بگیریم، باید هم میگم استیتمون اکسپلیسیت باشه، باید همیشه مواظب این باشیم که استیتمون دیسینک نشه، ولی اگر بتونیم این کارو بکنیم خیلی نتایج خوبی داره. مثلا تو چیت دیتکشن هم که گفتم میتونیم این کارو بکنیم که تو هر بازی که مثلا 8 تا پلیر داره یه دونه اسپکتیتور مخفی اضافه کنیم که روی سرور خودمون اجرا میشه، توی دیتا سنتر خودمون اجرا میشه و از خودش مطمئنیم، اونم اضافه میکنیم به عنوان آدیتور، به عنوان یه حالا مستمع آزاد یا هر چی اضافه میکنیم به بازی. وقتی هش اینو با هم فرق کرد، هش اون آدیتور رو در نظر میگیریم و اون هر چی که اون بگه درسته. اگر دو تا پلیر داریم و A میگه 8 باید 3 باشه، B میگه 8 باید 5 باشه، آدیتور اگه میگه 5 یعنی A داره چیت میکنه، و اگه میگه 3 داره B چیت میکنه، اگر چیز دیگه میگه یعنی هر دوشون دارن چیت میکنن، یا ما کدوم باگ داره. ولی اونجا من خیلی مطمئن میتونم به تصمیم اون آدیتوره، به در واقع به سیمولیشنی که اون آدیتور انجام میده اعتماد کنم. و این آدیتوره نکته خوبش اینه که میتونم تو همه بازی ها نداشته باشم، میتونم اولش که بازیمو ریلیز میکنم تو بتا و تعداد پلیرام کمه و از بازیم کمتر مطمئنم، از کدم کمتر مطمئنم، همه بازی آدیتور داشته باشن. میتونم وقتی بازیم بزرگتر میشه، تعداد یوزرام زیاد میشه، هر چند تا که سرور دارم، مثلا یه سروری دارم که میتونه 100 تا آدیتور ران کنه، فقط تو 100 تا بازی آدیتور بذارم و پروببلیستیک به موضوع نگاه کنم، به احتمالی به موضوع نگاه کنم و فرض کنم که باگا رو اینجوری میگیرم، یا برای اون پلیرایی که مشکوک به چیت کردن هستن یا آدیتور حتما تو بازیشون اضافه کنم، یا از این جور کارا میتونم بکنم. یه سولوشن فلکسیبلیه که از دترمینیزم میاد. اگر بازی من دترمینیزم باشه، دترمینیستیک باشه سیمولیشنش، من میتونم همه این کارا رو هم بکنم. به هر حال دترمینیستیک سیمولیشن خیلی تاپیک جالبیه، از اون چیزایی که اگر میتونیم باید حتما انجام بدیم، ولی تونستنش یه ذره ولی امای بزرگ، یه علم سوال بزرگ. به هر حال این هم یه تکنیکیه، یه ترید آف هایی توش وجود داره، مثل همون بحث لگی که گفتم که همیشه با بدترین لگ ما بازی داریم انجام میدیم. هر کس با لگ خودش بازی نمی کنه، همه دارن با بدترین لگ بین کل پلیر رو بازی میکنن. این یه مسئله مهمیه که تو دیزاین باید در نظر بگیریم و سختی نمیشه بگیریم. غیر از این به نظر من از همه نظر خوبه دترمینیستیک سیمولیشن.